سلام بچه ها توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که به سبک سروش رضایی انیمیشن بسازید اینا لیست کارهای خوب توه این همه کارهای زیبا و اعمال حسنه چند لایک داره چند لایک چند نه من در سالهای گذشته انیمیشن های مختلفی ساختم بعضی جنبه تنز و سرگرمی داشته بعضی هم برای مقاصد آموزشی بوده و توی این ویدیو میخوام بهتون نرم قدرتمند ادوبی انیمیت رو یاد بدم که باهاش میتونید انیمیشن های به سبک سروش ارزایی یا به سبک دلخواه خودتون بسازید اگه دوست دارید که کار با این نرمستار رو یاد بگیرید دنباله این ویدیو رو تماشا کنید من فرزاد بیان هستم و اگه دوست دارید ویدیو بیشتری از من ببینید این کانال رو سابسکرایب کنید زنگولش هم بزنید بریم که ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم خب قبل از اینکه وارد محیط نرم بشیم و آموزش رو شروع کنیم دوستان یه نکته‌ای بگم اونم اینه که به نظر من اینکه سروش رضایی کاراش رو با چه نرم افزاری می سازه یا از چه تکنیک های استفاده میکنه شاید اونقدرم مهم نباشه مهمتر به نظر من اینه که شما برای ایده ای که خودتون توی سرتون دارید بهتر از چه سبک و تکنیک هایی و چه نرم افزاری استفاده کنید مثلا خیلی ها میگن که اگر که من فقط میدونستم که سروش رضایی کاراشو با چه نرم افزاری میسازه دیگه میتونستم از اون کارا بسازم و شاید شایدم نه بخشی از جذابیت کارهای سروش رضایی به اون به اون محتوای بسری کارشه درسته اما بخش زیادیش هم به داستان و روایت و کلمات و دیالوگ های برمیگرده که توی کار استفاده شده که برای مردم خنده داره برای مردم جذابه و ترکیب این دوتا همخانی این دوتا یعنی اینکه سبک با اون چیزی که قرار روایت بشه خیلی به هم میخونه و میخوره و جور در میاد باعث شده که در مجموع ما یه محصولی داشته باشیم که مردم دوست دارن مردم میپسندن مردم میخندونه مردم میخوان برای دوستاشون بفرستن و به اشتراک بذارن و این باعث میشه که کل اون کار دیده بشه و دست به دست بشه به نظر من در نتیجه خیلی بهتر اینه که شما تمرکز خودتون رو بذارید رو خود انیمیشن یعنی بیایید ببینید که برای ایده خودتون بهتره که چی کار کنید فارغ از اینکه یه نفر دیگه برای ایده خودش از چه سبک و تکنیکی استفاده کرده اگر که شما از این مسیر پیش برید به نظر من نتیجه نهایی خیلی خلاقانه تر خیلی هنری تر خیلی منحصر به فردتر و خیلی بیشتر از جنس خودتون میشه و مسلما این موضوع رو مخاطب شما هم میفهمه اگر شما سعی کنید کپی کنید مخاطب خیلی زود میفهمه که اوکی این کپی کرده خیلی سالم زحمت میکشی و میری دقیقا همون کار میکنی و تش نوشته بعدی اینه که برای رسیدن به یک خروجی یکسان در انیمیشن راه های مختلفی وجود داره یعنی شما با سه تا نرم افزار مختلف میتونید دقیقا یک انیمیشن یکسان رو بسازید و هیچکس کس نفهمه که شما انیمیشن رو با چی ساختید پس فقط یه راه وجود نداره واسه که شما بخواید ایدتون رو به یه شکل خاصی پیاده کنید راه های مختلفی وجود داره تکنیک های مختلفی وجود داره نرم افزاری که تو این ویدیو میخوام در موردش صحبت کنم نرم افزار ادوبی انیمیت خیلی قوی از شرکت ادوبی که البته اوایل مال شرکت ماکرو میدیا بود اسمش بود ماکرومیدیا فلش حتما فلش رو شنیدید میشناسید که جدیدا دیگه مرورگرا هم پشتیبانی نمیکنن از فلش ولی خب ما تو نرم افزار ادوبی انیمیت با فلش دیگه فایل رو سیو نمیکنیم به صورت mp پی 4 به صورت یه ویدیو معمولی سیوش میکنیم برای نگرانی از این بابت نداشته باشید این نرم افزار چون از گروه خانواده نرم افزار ادوبیه خیلی کار کردن باهاش اگر که با نرم افزار ادوبی قبلا کار کرده باشید مثل فتوشاپ ایلاستریتور پریمیر خیلی براتون آشناه بریم که وارد آموزش بشیم خب من الان وارد نرم افزار ادوبی انیمیت شدم این کنار روی کرییت نیو که کلیک کنم میتونم یه داکیومنت جدید بسازم این بالا یه سری حالت های مختلف رو به من پیشنهاد میده مثلا رو گیم اگر بذارم برای وقتی که میخوام مثلا یه بازی بسازم میتونم سایز گوشی رو انتخاب کنم یا تبلت رو انتخاب کنم یا برای وب مثلا یه گیم بسازم میبینید که پس با این افزار میشه بازی هم ساخت و برای مثال میتونم با HTML5 کود نویسیش رو انجام بدم که حالا ما الان کارمون روی کرکتر انیمیشنه Uh, یعنی میخوام انیمیشن ساده بسازم میذارمش روی فول اچ دی سایز 1920 1080 اینور میشه جزئیاتش رو تغییر داد فریم ریت روی هم استاندارد 24 و این زبون برنامه نویسی که رو هم اکشن اسکریپت 3 میذارم روی اچ 5 هم میشه گذاشت مونتا بهتر رو همین اکشن اسکریپت 3 باشه چون یه سری از قابلیت ها توی این حالت برای ما فعاله ولی ما قرار نیست برنامه نویسی انجام بدیم ما فقط میخوایم انیمیشن بسازیم کرییت رو که بزنم داکیومنت من ساخته میشه یکم سایزش بزرگه بزرگتر از اون چیزی که من بتونم همش رو ببینم این بالا فیت این window رو که بزنم کوچیکش میکنه کل سفر به من نشون میده کوچیکترش هم میتونم بکنم مثلا 50 درصد بذارم ولی میذارم رو هم فیت باشه که کلش رو بتونم ببینم این بغل براش رو برمیدارم مثلا یه چیزی میکشم خب یه شکلی که میکشم میبینید که این ورش زده از صفحه بیرون اون چیزی که نهایت تو خروجی ما میاد تو ویدیو ما میاد این قسمتیه که داخل قاب ماست این قسمت داخلی تو خروجی نهایی ما دیده میشه این چیزایی که بیرون رو ما نمیبینیم ولی اگر که ام اینجا هم نخوام ببینمش میتونم اینو بزنم این گزینه این بالا کلیپ رو این بیرونی ها رو حذف میکنه دیگه نشون نمیده خب هر کدوم که راحت بودید ببینید میخواید کامل ببینید یا میخواید که اینو نداشته باشید خیلی خوب این کنار ما ابزارهامون رو داریم ممکنه اگه شما با نرفزاره ادابی قبلا کار کرده باشید این ابزارها واسه شما آشنا باشه و من خیلی وقت روشون نمیذارم چون ساده است میتونید باهاشون کار کنید ببینید که چه جوری کار میکنم فقط خیلی سریع بهتون میگم با این ابزار براش که خب شما میتونید یه چیزی بکشید میتونید اینجا مثلا یه چیزی بنویسید و این بالا ابزار دیگه هست فلوید براش که قابلیت های بیشتری میده مثلا شما میتونید که فرض کنید که نرمی نوک براش رو نرمی قوس هایی که میکشه رو اینجا مثلا مشخص کنید نسبت به این براش اصلی قابلیت های بیشتری داره کلا این براش کلاسیک اسمش همون براشی که از اول نرم افزار این ادوبی انیمیت داشته یعنی در واقع قبل تر از اونم برمیگرده به نرم افزار ماکرو میدیا فلش یه تاریخچه مختصری هم اینجا بگم بد نیست به درد میخوره این نرم افزار اوایل اسمش بود ماکرو میدیا فلش خب بعدا توسط شرکت ادوبی خریده شد که بعد شد اسمش ادوبی انیمیت ادوبی اومد این ماکرو فلش رو خرید و اون موقع به این انیمیشن به اون انیمیشن فلش شناخته میشد و فرمتش هم SWF بود اون فرمت SWF فلش دیگه منقرض شده هیچ مرورگری از SWF پشتیبانی نمیکنه به دلایل امنیتی و اولین جایی هم که دیگه پشتیبانی رو قطع کرد شرکت اپل بود دیگه سیو جابز بود که پشتیبانی از این اسبیلیو قطع کرد بعدا دیگه کم کم بقیه هم قطع کردن مون الان ما کاری به این اسبیلیو فلش نداریم ما فایلامونو به صورت ویدیویی مثلا MP4 سیف میکنیم نرم افزار همون نرم افزاره ولی اون فرمت دیگه همون فرمت نیست و ما کاری باهاش نداریم خب اینم حالا یه مختصری از این تاریخچه داستان بود با این ابزار سلکشن شما میتونید ابزار رو بگیرید شیپ رو بگیرید جابجا کنید با این یکی دومی میتونید سایزش رو تغییر بدید بزرگ کنید کوچیک کنید اسکی کنید خب این برای این چور کاراست این یکی که واسه اینه که یه تیکش رو مثلا بگیرید اون تیکه رو صرفا جدا کنید یا اگر روش نگه دارید یا حالت لیزو نرمم میشه مثلا میتونید اینجا رو بگیرید بعد با این سلکشن مثلا این تیکش رو ببرید این یکی ابزار برای ساختن پاپت یعنی شما میتونید ریک درست کنید این تو جای دیگه باید آموزش بدم تو ویدیو دیگه باید آموزش بدم ولی خلاصش اینه که شما یه جاهایی نقاط رو تعریف میکنید بعد اون نقاط رو که حرکت بدید شیپ شما از اون جاها حرکت میکنه بازوهاش اون جاها قرار میگیره توی این ویدیو من موارد اصلی رو بهتون یاد میدم و دیگه وارد خیلی جزئیات نمیشم اگر که دوست داشتید چیزای بیشتری در زمینه ادوبی انیمیت یاد بگیرید لطفا کامنت بذارید که من وقت بذارم آموزش های دیگه ایم درباره ای نرم افزار درست کنم این که مداد این شیپ ها هستش شیپ های اصلیه با این پلیگان میتونید بکشید با یکی خط میتونید بکشید این ابزار تکست هست با این پاک کن میتونید پاک کنید چیزا رو این ابزاری که رنگ برمیدارید میدارید مثلا از اینجا داخل چیزا رو میتونید رنگ کنید این یکی هم که هایدراپره از یه جا رنگ برمیدارید یه جای دیگه استفاده میکنید اون رنگ رو. این ابزار کامرا هم اگر که با افتر کار کرده باشید براتون آشناه این هم قابلیت جدیدیه و قابلیت پیشرفته یه جای دیگه ای باید در موردش توضیح بدم اینجا توی این آموزش مفصل میشه اگر بخوایم به اینم بپرسیم خب اینا رو من پاک میکنم این طرف ما پراپرتیز رو داریم تنظیماتمونه خب مثلا من رو ابزار براش که هستم شما میبینید که اینجا میتونم سایزش رو تاخیر بدم یا حتما دیدید که رنگش رو از اینجا عوض کردم اه... تو خود پراپرتیز ما تب های مختلفی داریم الان رو تب طول هستن طول مربوط به همین ابزار ماست تنظیمات ابزار ما توی طول هست توی آبجکت که الان غیر فعاله و بعد میبینیم جایی که فعال میشه تنظیمات مرتبط با آبجکت ماست تو فریم تنظیمات مرتبط با فریمه این فریمی که این پایین داریم اینجا تایملاین ما این فریمه که الان جلوتر مفصل در مورد صحبت میکنم تنظیمات مرتبط با اونه داکیومنت هم تنظیمات کل داکیومنت ماست مثلا 19 سایزش رنگ استیج ما سفید اگر عوضش کنم رنگ کل در واقع بکگراند همه ویدیو ما عوض میشه و و اینم که فریم پر سکنت تعداد فریم در ثانیه یک کلا ما رو 24 گذاشتیم خیلی خوب یه, یه مورد دیگه اینجا لایبرری داریم این کتابخونه جاییه که همه های ما اینجا قرار میگیره مثلا اگر که من بیام اینجا یه دونه مثلا عکسی رو فرض کنید بکشم داخل این کتابخونه این عکس وارد پروژه من میشه میتونم ازش استفاده کنم هر چند توام بخوام میتونم از روش بیارم وارد پروژه کنم فایلش اینجاست یا برعکسش هم هست اگر که من یه دونه فایلی رو بکشم داخل پروژه مثلا این فایل بکشم اینجا این فایل توی کتابخونه من اضافه میشه از کتابخونه پاک کنم از پروژه حذف میشه به این ترتیب اون اینجا قرار میگیره خب این پایین ما تایم لاین رو داریم اگر که توی فتوشاپ تا انیمیشن ساخته باشید یه ویدیو در موردش داشتم آموزش ساخت انیمیشن با فتوشاپ حالا لینکش رو دیسکریپشن میذارم دوست داشتید اونم یاد بگیرید میتونید اون ویدیو رو نگاه کنید تایم لاین ممکنه براتون تا حدی آشنا باشه ولی خب قابلیت های تایم لاین خیلی مفصل تر از قابلیت های فتوشاپ ما اینجا لایه رو داریم الان این یک لایه است تو لایه اول هستیم این طرف فریم ها رو داریم فریم یک دو سه چهار پنج الاخر این دکمه رو اگر بزنم میتونم لایه های بیشتری بسازم و مثلا میتونم اسم بدم به لایه ها. مثلا به این لایه پایینی بگم بی جی برای بکگراند مثلا این لایه بالایی هم بذارم مثلا اسمش رو کرکتر اسم فقط واسه خودمونه مثلا میتونم بیام تو این لایه بکراند یه چیزی بکشم خب تو این لایه کرکتر یه چیز دیگه که بکشم خب میبینید که روی این زیری قرار میگیره چرا چون بالاتر اگه برعکسش کنم اینو بیارم پایین میبینید که اون میره اون پشت چیزی که بالاتره رو دیده میشه حالا من این لایه رو پاک میکنم که یه لایه بیشتر نداشته باشیم کارمون ساده تر باشه محتویاتش رو پاک میکنم میبینید وقتی هیچی توی لایه نیست رنگش خاکستریه رنگش تیر است زمانی که من بیام یه چیزی بکشم رنگ این فریم به خاکستری روشن تغییر میکنه زمانی که رنگش خاکستری روشنه یعنی داخل این فریم یه چیزی هست حالا ما دو تا مفهوم داریم اینجا یکی کی فریمه یکی فریمه فرق این دوتا خیلی مهمه کی فریم که شکلش هم توی تایملاین یه فریمی که وسطش یه نقطه است برخلاف فریم که ساده است نقطه ای نداره فریم هایی که ما توش یه تغییری داریم جایی که یک تغییر اتفاق میفته ما با یک کی فریم طرفیم مثلا اگر که من اینجا چند تا فریم داشته باشم یک کی فریم اینجا باشه یه دونه کی فریم دیگه هم اینجا باشه یعنی اینکه ما اینجا یک تصویری داریم که این تصویر تا این فریم ثابته یک سانه و بعد اینجا تصویر عوض میشه تا این فریم ما تصویر یکسانی اینجا داریم مثلا اینجا شیپ ما مثلا اینه اینجا مثلا تبدیل میشه به این یه تغییری اتفاق میفته اجازه بدید توی تایملاین نشونتون بدم من اینا رو همه پاک میکنم مثلا اینجا فرض کنید که من یه چیزی میکشم خب مثلا یه آدم میکشم این آدمه میام اینجا مثلا ده فریم میخوام ثابت باشه ده فریم میخوام یکسان باشه میام اینجا راست کلیک میزنم میزیمسم. گزینه ی insert frame insert frame رو که بزنم برای من فریم اضافه میکنه یا اینکه کنترل زد میزنم F5 رو میزنم F5 رو بزنم برای من فریم میسازه همه این فریم ها الان یکسانه اگر که من بیام اینجا و یه تغییری ایجاد کنم مثلا فرض کنید مثلا یه رد و برق بالا سرش بزنه خب میبینید که یه نقطه ایجاد شد کیف فریم ایجاد شد خود به خود تبدیل شد به یک کی فریم یا من اینو الان کنترل زد میزنم میتونستم از اول بیام اینجا راست کلیک کنم بزنم این ست کی فریم کی فریم رو که بزنم اینجا خودش یک کی فریم برای من میسازه و من میتونم اینجا تاخیرم رو اعمال کنم حالا چه جوری شد الان همه این فریم ها یکسانه اینجا که رسیدیم ما یه تاخیری داریم بخوام اینو پاک کنم من میتونم راست کلیک میکنم کلیر کی فریم رو که بزنم این کی فریم رو برای من پاک میکنه و من چیزی رو میبینم که قبلش بوده چجوری میتونیم از این داستان استفاده کنیم؟ مثال من اینا رو ریموف فریم میزنم همه رو پاک کنه خب اینجا یه دونه کی فریم میسازم کنترل F6 یه کی فریم خالی مثلا یه چیزی میکشم فرض کنید که مثلا یه چیز این شکلی مثلا نمیدونم یه پشتگی فرض کنید خیلی حالا مهم نیست جزئیاتش F6 رو میزنم یکی فریم میسازه این پشه تکرار شد دیگه الان یه پشه داریم اینجا یه چیز دیگه است میتونم اینجا مثلا یه تغییرش بدم میتونم بیارمش مثلا اینجا خب اینا با هم دیگه متفاوتن این کار سختیه من میخوام تک تک اینا رو خودم بکشم چیکار میکنم این بار F7 میزنم F7 اگر بزنم یک کی فریم خالی برای من میسازه یا اینکه راست کلیک کنم اینجا نوشته convert to blank Keyframe. یک فریم key خالی برای من بسازه این گزینه آنیان اسکین رو میزنم فعال شه که میتونم فریم قبلیش رو ببینم ببینم که چی بوده حالا میتونم اینجا مثلا یه فریم بعدی بکشم بعد F7 میزنم این یه خورده بهش حرکت میدم همین جوری F7 میزنم فریم فریم اینو شکلم و یه حرکتی بهش میدم مثلا یه چیزی حالا ساده میخوایم بکشیم ببینیم چجوری کار میکنه خیلی جزیاتش مهم نیست که حالا مثلا اول آخرش دقیق در بیاد. آنین اسکین رو قطع میکنم خب الان یه حرکتی داره توی این فریم اتفاق میفته که اگه دکمه یه پلی رو بزنم میتونم این حرکت هم رو ببینم یه چیزی میاد اینجا مثلا یه بالی میزنه و فلان خب اینا رو الان پاک میکنم همه رو پاک میکنم راست کلیک میکنم ریموف فریمز رو میزنم یه چیز دیگر رو با هم بررسی کنیم یه دونه از پروژه هامو که قبلا کار کردم میارم که ببینید که یه پروژه که یه مقداری روش کار شده به چه شکلی تایملاین در میاد خب یعنی یه نمای کلی اول داشته باشیم هرچند این پروژه ساده یه یعنی مثلا لایه دو تا لایه بیشتر نیست خیلی جزئیاتی نداره نا کنید مثلا اینجا فرض کنید مثلا این قسمت چند تا فریمه که این آدمکه داره اینو گله رو آتیش میزنه و یه سری فریم پشت سر هم هر کدوم تک تک نقاشی شده اینجا این روباهه داره از بالا میاد اما یه ترانزیشن اتفاق میفته. ترانزیشن تو ویدیو دیگه ای باید بهتون آموزش بدم ولی کارکردش رو بدونید اینه که شما دیگه این حرکت رو فریم فریم با دست تکون نمیدید این اولش رو مشخص میکنید آخرش هم مشخص میکنید آخرش هم مشخص میکنید و بین اینا ترانزیشن اتفاق میفته خود به خود این حرکت اتفاق میفته یا یه جای دیگه هست که شما میبینید که هیچ حرکتی نداریم اما اگر اینو باز کنید داخلش میبینید که این فریم دارن حرکت میکنن ما پس میتونیم بریم تو دل یه چیز دیگه اینا رو یه کوچولو اینجا در موردش الان تو پروژه خودمون صحبت میکنم فرض کنید که ما یه آدمی داریم مثلا من اینجا یه آدمی کشیدم یه خورده من این سایز بروش هم, هم کوچیک‌تر کنم مثلا اینجا یه آدمی کشیدم مثلا نشسته این دستاشم بعد این دو تا چشم داره خب این دوتا تا چشم داره من میخوام که این پلک بزنه هر مثلا 20 فریم یه بار پلک بزنه ولی نمیخوام کل تایم لاینم هی بشینم 20 فریم یه بار 20 فریم یه بار پلک زدن اینو در بیارم میخوام مثلا تو تایم لاینم رو چیزهای دیگه کار کنم این چون تکراریه چیکار میتونم بکنم این چشم رو انتخاب میکنم F8 رو میزنم اینجا این چشم رو تبدیل به یک سیمبل میکنه واسه من میتونم بهش اسم بدم مثلا میذارم اسمش آی انواع مختلفی داره مووی کلی باتن گرافیک ما الان با این گرافیک کار داریم اونا رو جای دیگه ای صحبت میکنیم در موردش گرافیک اوکی میکنم میبینید که این شکلش عوض شد وقتی روش کلیک میکنم دورش آبیه میتونم روش بزنم دوبار روش بزنم میاد داخلش واردش میشه وارد اون چشم میشه پس ببینید یه بار برگردم بیرون دو بار که روش بزنم میره وارد اون چشمه میشه این بالا هم اگر نگاه کنید ما سین یک و داریم که همون سین اصلی مونه وارد این آی شدیم خب حالا اینجا من یک تایملاین جدا دارم از تایملاین اصلیم که میتونم روش کار کنم مثلا 20 فریم میام جلو یه F6 میزنم اینجا اینو پاک میکنم آنین این رو فعال میکنم مثلا یه زدن این شکلی مثلا اتفاق بیفته یا مثلا اینجا خب حالا جزئیاتش خیلی مهم نیست که مثلا چه جور در بیاد آن اسکرین غیر فعال می‌کنم اینم مثلا یه اف 5 که دو تا فریم باشه خب مثلا زیاد طبیعی نیست ولی فعلا مهم نیستش برای کارم میام بیرون می‌بینید این تایملاین سر جاشه مثلا من توی این لاین اگر بیام مثلا 40 فریم جلو خب می‌بینید که اینجا یه پلک زدن داره اتفاق می‌افته بدون اینکه من توی این تایم‌لاین اصلی چیزی رو نقاشی کرده باشم میتونم مثلا همین چشم رو کپی کنم جای این یکی چشمه هم بهتر برم تو فریم یک تو کل فریم های پیش رو اعمال بشه تو اینجا هم مثلا یه دونه دیگه بذارم خب الان میبینید دو تا چشما دارن با هم پرک میزن کنترل اینتر رو اگر بزنم میتونم یه پیش نمایشی از پروژه رو داشته باشم خب الان یه پرک زدن داره اتفاق میفته حالا اگه من بیام اینجا مثلا یه تغییری بدم مثلا به جای این بیام این چشمه رو مثلا بیام بذارمش مثلا اینجا مثلا به این شکل یا مثلا اینجا مثلا اینجا خب توی اون یکی چشمم اتفاق میفته میبینید چون تمام نمونه هایی از اون که ساخته شده این تغییر رو ما توش میبینیم Okay, پس به این ترتیب من میتونم الان رو تایملاین اصلی خودم رو چیزای دیگه کار کنم این برای خودش اونجا اتفاق میفته پس کاری که میشه کرد اینه که ما اجزای مختلفی که به خصوص اونایی که حرکت یک نواخت دارن مثل مثلا این پنکیکی که داره اینجا میچرخه اینا رو بیایم به صورت یک فایل گرافیکی در بیاریم و داخلش کار کنیم که تایملاین اصلیمون رو شلوغ نکنه تو خود تایملاین اصلی میتونیم تغییرات اصلی خودمون رو اعمال کنیم توی ویدیوهای دیگه در مورد اینکه چجوری مثلا دست رو براش ریک درست کنیم که دست حرکت بکنه نخواهیم فریم فریم اگر بکشیمش صحبت میکنم ترانزیشن ها رو بهتون یاد میدم چیزای مختلفی هست که میشه برای سریعتر کردن کارمون یاد بگیریم و استفاده کنیم ازشون ولی با همین تکنیک هر ساده که شما یاد گرفتید میتونید خیلی کارها رو بسازید به صورت فریم بای فریم اگر که دوست داشتید چیزای بیشتر یاد بگیرید حتما کامنت بذارید و مرسی که همراه من بودید این کانال اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید زنگوله ای کنارش رو هم بزنید که ویدیو جدیدی گذاشتم براتون نوتیفیکیشن بیاد تا ویدیو دیگه خدافظ